سلام نثار تک تک شما ایزانی که بیننده برنامه از کی بپرسم هستین. خوش آمدین به یکی دیگر از برنامه های از کی بپرسم با ما شگوفه سلیمی. امیدوار هستم که تا پایان برنامه بیننده برنامه خودتان باشین. مثل هر شب امشب هم ما 6 اشتراک کننده داریم، 50 50 امتیاز و 3 چراغ سبز و 6 اشتراک کننده آمدن تا برنده 15000 افغانی باشن. اما ای کی برنده میشه شما تا پایان برنامه بیننده باشین و خوشبختانه که امشب در برنامه 5 دختر خانم زیبا مقبول قندول را در برنامه داریم و در نخست میریم با اینا آشنا میشیم. تبسم متعلم، پلوشه، فارغ صنف 12، رفیع الله، لیسانس. بصیره متعلم، سعیده متعلم، صدف متعلم. برگشتیم به استودیو. بسیار زیاد بازم خوش آمدین به ادامه برنامه. قسمی که در شروع برنامه هم گفتم 5 دختر خانم را امشب در برنامه داریم. اولا خب بسیار زیاد خوش آمدی بصیره جان. تشکر، زنده باشین. سعیده جان شما همچنان خوش آمدین به برنامه. صدف جان بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. تبسم جان بسیار زیاد خوش آمدین. خوب هستین؟ شکر خوب هستین. سلامت باشین. تشکر. و پلوشه جان بسیار زیاد خوش آمدین. خوب هستین؟ تشکر. سلامت. و رفیع جان شما همچنان بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. امشب شما دو تیم باید رقابت کنین بین هم، درست؟ و یک رقابت سالم بین خود داشته باشین. کدامتون بیشتر آماده آمدین امشب؟ صدف جان شما چطور؟ خوب است. ولی صدف جان بیشتر فکر کنم بخاطر که در شروع برنامه گفت که ما امشب بسیار آماده آمدیم و میخوایم امشب برنده 15000 افغانی باشیم. صدف جان چی آمادگی گرفتیم؟ خب دیگه درس خواندیم، آمادگی گرفتیم. خودت محصل هستی یا متعلم؟ متعلم. متعلم صنف چند؟ نهم. بسیار خوب، نام خدا. و شما همه تان متعلم هستین؟ متعلم. هم صنفی هستین؟ نه خیلی. ما صنف دستم. خودت صنف دستی؟ سعیده جان؟ صنف 11. پلوشه جان؟ من فارغ صنف 12. بسیار خوب. نهم. نهم. و رفیع جان؟ لیسانس هستم خودم. نام خدا. در کدام رشته؟ حقوق قلوب سیاسی. نام خدا. خیلی امشب دیگه خودت بیشتر از همه آماده هستی. چی قرابت دارین بین هم؟ دیگه یک دو دانه از یک خوشنای ما هست دیگه. باشه دختر خودم میشه. کدام دو دانش؟ پلوشه هست کتون. خب همراه خیاشنایت در یک برنامه آمدی. نام خدا. خوب تیم. و اینا؟ اینا دخترهای خاله شما هست. خب بسیار خوب، بسیار خوب. پس آماده هستین که برنامه را شروع کنیم؟ رفیع جان یک سوال در ذهن ما آمد، چرا خانم خدا نوردین در برنامه؟ خب دیگه آماده نبودن. خب اگر می بودی آوردیش در برنامه؟ والا دیگه شرایط دیده فکر خوب. نکنم. خب بسیار خوب. خانمتان درس خواندن؟ خواندم بله. بسیار خوب. خب میریم سر سوالات. در مرحله اول از شما بسیار زیاد سوالات آسان پرسیده میشه که من مطمئن هستم جواب میدین. سوالاتی است که بسیار آسان. و در مرحله دوم که مرحله از کی بپرسم از نسبتاً سوالات مشکل میشه و باید شما دقت بیشتر داشته باشین که سوالات را جواب بدین و با یک دیگه نقل نتین در مرحله دوم که چراغتان سر میشه. در مرحله اول میتونین نقل هم بدین، با یک دیگه کمک داشته باشین، درست است؟ اولین سوال را از صدف جان میپرسم. صدف جان 3 تا از 5 بنای دین مبین اسلام را بر ما نام بگی. نماز، روزه، زکات. کف بزنین به افتخار صدف جان. صدف جان جواب خودت درست است و خودت 10 امتیاز به دست آوردی. سوال بعدی را از رفیع الله میپرسم. رفیع جان اولین سوره که به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نازل شد کدام سوره بود؟ اقرا باسم ربک الذی خلق. کف بزنین به افتخار رفیع. کف زدنتون بسیار کم انرژی. امیدوارستم که در لا بلای برنامه بهتر شود، درست؟ سعیده جان آماده سی که از سوال پرسم؟ فرایز وضو چند است؟ فرایز وضو چند دانه است؟ چهار دانه. آفرین. کف بزنین به افتخار سعیده جان. سعیده جان جواب خود درست است و 10 امتیاز بده سوردی، ماشاءالله. پلوشه جان خوب هستین؟ شکر. شما گفتین که فارغ صنف 12 هستین. آیا آمادگی به کنکور گرفتین؟ نه خیلی. چرا؟ تصمیم نداری که امتحان کنکور را خودت بدی؟ تصمیم دارم. خب، حتما در مکتب زیادتر درس خواندی. بسیار خوب. صنف 12 چطور گذشت؟ خوب. خوب بود؟
خب بسیار خوب. پس سوال ازت میپرسم، دقت داشته باش پلوش جان. ابوظبی پایتخت کدام کشور جهان است؟ دبی. آفرین، کف بزنین به افتخار پلوش جان. البته دبی یک شهرش است و جواب درست شام که خودتان دبی گفتین، ما جوابش درست میگیریم، امارات متحده عربی. بصیره جان، اولین زنی که با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ازدواج کرد کی بود؟ عایشه. فاطمه. خدیجه. فاطمه خود دخترش خدیجه. بود. بصیره جان، بی بی خدیجه جوابش درست است. کف بزنیم به افتخار بصیره جان. بصیره جان خود 10 امتیاز به دست آوردی. سوال بعدی را از تبسم جان میپرسم. تبسم جان، چند نام دخترانه را برامو بگو که با حرف میم شروع شوه. مریم. آفرین. مرسل. آفرین. منیجه. آفرین. مرزیه. مروه. مرجان. و کف بزنین به افتخار تبسم که جوابش درست است. صدف جان، که امشب میخوای برنده 15,000 افغانی از برنامه ما باشه. بله. درست؟ درست. آفرین، خوب اعتماد به نفس بالا داری و امیدوار هستم که بتونی سوالات پاسخ درست برام بدی و بری به مرحله بعدی و برنده 15,000 افغانی از برنامه ما باشی. سوال برات میخوانم، بیشتر مردم افغانستان از کدام نوشیدنی استفاده میکنن؟ آب، چای. آفرین، به خصوص چای دمی گرمی هم که ببین مردم ما رو میگه گرمی را گرمی میبرداره، چای بخورین دمی گرمی هم استفاده میکنن. کف بزنین به افتخار صدف، جواب درست است. رفیع الله، از غذا کدام غذا را بیشتر دوست داری و کدام غذا را زیاد خوب آماده میسازی خودت؟ ما خودم قابلی پلو هم یاد دارم. بسیار خوب. پیزا را ما خودم زیادتر علاقه مند پیزا هستم. بسیار خوب. پلوشا جان، شما حتما خانه رفیع جان رفتین، راست میگه؟ بله راست میگه. برات کدام دفعه آشپزی کرده خودش؟ مزه‌دار پخته کرده؟ زیادتر. کاش که یک قابلی دمی برنامه میاردین. توکل بخیر. چی گفتی؟ انشاءالله بخیر باد دور بعد. در دور بعد. بسیار خوب. دور بعد هم اشتراک میکنی به برنامه؟ انشاءالله بخیر. بسیار خوب. خب سوالی که ازت میپرسم راجع به غذا است. چند غذای محلی کشور ما را نام بگیرید. مثلا شوربا. قابلی پلو، شوربا، برنج. برنج، شوله. دندکای. دندکای خوردی خودت هنوز؟ نه خیر نه. ما هم نخوردیم. همکار ما سپر جان خودت خوردی؟ آنی میگه. خب بسیار خوب. قروتی. بله. کچیری. و غیره. بله. جواب رفیع جان درست است. کم بذاریم به افتخار رفیع. سوال بعدی رو من از سعیده جان میپرسم. شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی در کدام منطقه شهر کابل موقعیت دارد؟ شهر نو. شهر نو. کدام قسمتش؟ نزدیک ما هم است. البته نزدیک دفتر ما. وزیر اکبر خان. وزیر محمد اکبر خان. جواب خودت درست است. کف بزنین به افتخار سعیده. پلوشا جان بسیار جد، یک سوال آسان است. البته در مرحله اول سوالات آسان هست و این سوال بسیار آسان است. متضاد واژه مرگ چیست؟ زندگی. کف بزنین به افتخار پلوشا جان. آماده هستی که سوال بپرسم؟ در نماز جمعه چند آذان است؟ دو آذان. آفرین، کف بزنین به افتخار بصیره. و آخرین سوال از مرحله اول از تبسم جان باید بپرسم. تبسم جان، چرا تو عاجز استاد هستی؟ نیستم قسم الله. اما تو استاد هستی ولی عاجز نیستی. آره. امشب دوست داری که خودت برنده 15,000 افغانی از برنامه باشی؟ بله ها. آماده آمدی؟ ها. چی فکر میکنی؟ هر چی که خواست الله باشه. هر چی که خواست الله باشه. بسیار خوب. سه وسیله برقی را نام بگیرید که در آشپزخانه ها استفاده می شود. آب جوشی. بسیار خوب. یخچال. بله. داشای برقی.
داشتای برقی و آفرین جواب درست است. و کف بزنین در شکار تبسم. با برنامه آشنایی پیدا کردین شما؟ بله. بسیار خوب. صدف جان خودت بر ما در این بخش برنامه باید یک جمله انگیزشی بگویی. شعر بگویی؟ شعر هم درست است. که این حال جهل دارد جز ندامت حاصلی، هر کی شد محروم علم آخر پریشان می شود. راحت و آسایش گر از در علم است و بس، آدم بی علم در دنیا پریشان می شود. کی بود تنها به دنیا تیر روز و بی وقار، خانه اقبای جاهل نیست و ایران می شود. کف بزنین افتخار صدف جان. بسیار زیاد مقبول صدف جان. خودتان چیز گفتنی دارین؟ کدام شیر؟ شیر خونده اسم میجه یک چیز می خوانم. بخوانین. تازنده ایم نیست زهال ما خبری، یک دم چوبی میریم همه یار میشوند. واوا کف بزنین افتخار رفیق جان. بسیار خوب. در این بخش برنامه یک وقفه کوتاه دارین، زود برمیگردیم. برنامه از کی پرسم ادامه داره. تبسم 70 امتیاز 3 چراغ سبز، پلوشه 70 امتیاز 3 چراغ سبز، رفیع الله 70 امتیاز 3 چراغ سبز، بصیره 70 امتیاز 3 چراغ سبز، سعیده 70 امتیاز 3 چراغ سبز، صدف 70 امتیاز 3 چراغ سبز. خوش برگشتین بیننده های عزیز به ادامه برنامه از کی بپرسم. قسمی که شما هم بیننده هستین، 6 اشتراک کننده امشب در برنامه با خود داریم و این 6 اشتراک کننده به دو تیم مختلف تقسیم شده و بین هم رقابت میکنن تا یکی از این اشتراک کننده ها بره به مرحله نهایی و برنده 15000 افغانی از ما باشه. خب در این بخش برنامه ما سوال از شما میپرسم، در صورتی که شما جواب سوال را میدانین زنگ را فشار بدین. دستتون را برین سر زنگ. هر کس که جواب سوال را میدانه زنگ را فشار بده. در صورتی که زنگ را فشار دادین، اگر جوابتان درست بود، زمام امور به دست شما میاد و شما میتونین بگوین که از کی بپرسم. درست؟ و فقط اونمو سویچ را فشار بدین. پلوشه جان اینی سویچه که اینه میره و کسی که اول زنگ را فشار بده، زنگ دیگه شراکنده کار نمیکنه. مثلا اگر شما در این اسنا فشار بدین، از شما کار نمیکنم تا که چراغ گل شوه، بعدم از شما اگر زنگ را فشار بدین کار میکنه. پس آماده هستین که اولین سوال را بپرسم؟ دقت کنین، من سوال را میخوانم. درست؟ در یک روز گرمی تابستانی 3 جور لباس در 50 دقیقه خشک میشود، پس 6 جور لباس در چند دقیقه خشک میشود؟ یک سوال ذهنی است. 1 آفرین صدف جان. چند دقیقه؟ 45 دقیقه. 1 3 جور را که ما در سه جوره که ما خوش کنیم 50 دقیقه کار داره. باز 6 در یک روز، در یک روز آفتابی، باز 6 جوره لباس 100 دقیقه. 100 دقیقه. 2 یک سوال ذهنی است، خوب فکر کن. 3 4 و 5. متاسفانه که صدف جان اولین چرا خود سرخ میشه و دم تیاز هم. ما سوال براتون میخوانم. در یک روز گرمی تابستانی 3 جوره لباس در 50 دقیقه خشک می شود، پس 6 جوره لباس در چند دقیقه خشک می شود؟ شما گفتین 100 دقیقه. جواب درستشم 50 دقیقه است. در یک روز ما می تانیم 10 جوره لباس هم خشک بکنیم و در این زمان البته، و 3 جوره و 6 جوره را. و خودت اول 45 دقیقه انتخاب کردی، بعدن 100 دقیقه گفتیم. خب سوال بعدی را من میپرسم بجود صدف جان. شما 5 اشتراک کننده میتونین که زنگ را فشار بدین. آماده هستین؟ پلوشه جان وظیفه ملک الموت یا عزرائیل علیه السلام چی است؟ روح قبض کردن. کف بزنین افتخار پلوشه جان. قبض روح کردن. جواب پلوشه جان درست است و پلوشه خود 10 امتیاز به دست آوردی و زمام امورم به دست خودت هست. از کی بپرسم؟ از سعیده. از
سعیده جان، بلسوالی سرخ پارسا در کدام ولایت افغانستان موقعیت دارد؟ یک، دو، سه، چهار و پنج. سعیده جان متاسفانه که خودت بادغیس را انتخاب کردی و بادغیس جواب درست نیست. اولین چراغ خودت سرخ میشه و در امتیاز کم جواب درستش ولایت پروان است. و تشویق کنین پلوشا جان را. پلوشا جان، از کی بپرسم؟ از بصیره. از بصیره جان، کشور لیبیا مربوط کدام قاری جهان می شود؟ یک، قاری اروپا. دو، امریکا. سه، چهار و پنج. خودت اروپا و آمریکا گفتی که متاسفانه هر دو جوابی که گفتی اشتباه است. اولین چراغت سرخ میشه و در امتیاز کم جواب درستش قاره افریقا است. و تشویق کنین پلوشا جان را. پلوشا جان، از کی بپرسم؟ باز هم از سعیده. از کی؟ از سعیده جان. باز هم از سعیده جان. سعیده جان خودت یک چراغ سرخ داری و دو چراغ سبز. پس دقت داشته باش که از برنامه حذف نشی. آماده سی؟ داریا. نام رهبر کوریای شمالی چی است؟ یک، یونی. دو، سه، چهار و پنج. رفیق جان چرا میخوای نقل بکنیم بر تیم مقابل؟ جوابش را میدونی خودت؟ جیم کوینگ است. نه خیلی سعیده جان، متاسفانه که چراغ دوم خودت هم سرخ میشه و در امتیاز کم جواب درستش هم کیم جونگ اون است. و کف بذارین به افتخار پلوشه. و بسیار یک نام مشکل و جنجالی بود. پلوشه جان، فعلا هم زمام امور به دست خودت است. از کی بپرسم؟ دوست داری کی حذف شود از امی تیم مقابل؟ امید نفرست. چرا صدف جان نمیخوایی؟ صدف زیاد دوست دارم. صدف جان زیاد دوست دارین. ایده تا چی کده بیچاره؟ یارم دوست دارم دیگه به اندازه صدف می. کدام خواص صدف زیاد خوشت میایه که دوستش داری؟ کدام عادتش؟ زیاد با اخلاق است. بسیار خوب. خیلی ها دیگه بی اخلاق هستن. نه خیلی، اونا هم هستن. هر کی جایگاه خاص خدا داره. بسیار خوب. دقیقاً راست گفتین. هر کی در زندگی یک جایگاه خاص خدا داره و صدف جان اینا دیگه ارزش ده. بفهم پیش پلوشه چقدر دوست داره. ما هم دوست داریم. و خودت سعیده را انتخاب کردی پلوشه جان؟ بله. البته هنوز انتخاب نکردی. از کی بپرسم؟ میشه رفیق انتخاب بکنی خودت؟ نه خوی از نیم از دوست دارم. خیلی همکارای ما رو میاریم استاد میکنیم و منو رو حذف کنیم. نه یاز نه دلت میشه نه دخترای خاله. بازم از بصیره هم بپرسیم. اگر انتخاب نمی کردی من ورقه ها رو میماندم یک چند دقیقه میشتم. انتخاب که می کردی باز من را صدا میزدی. از بصیره جان گفتی خودت؟ بله. بصیره جان، سوال بسیار یک سوال جالب است. چرا پلوشه تو را دوست نداره؟ به خاطری که دلش نمیشه. یه و جوابش هم بجز خود پلوشه ما هم نمیفهمم. شوخی کردم امرت. بصیره جان، البته سوال درست میخوانم. وزیر محمد اکبر خان در کدام ولایت افغانستان دفن شده است؟ یک، در قندار. دو، شما هم میتونین حساب کنین. سه، در کابل. و پنج. متاسفانه که بصیره جان چراغ دوم خودت سرخ میشه و در امتیاز کم جواب درستش در ولایت بلخ. کف بزنین به افتخار پلوشه. پلوشه جان، نام خدا دیگه، این طرف کلش جگرخون جگرخون هستن که دوستشان نداری. چرا؟ دوستشان دارم دیگه. به اندازه؟ به اندازه از طرف زیاد آرزو داشته این برنامه اشتراک کنه. بسیار خوب. و می خواهیم که تا آخر برنامه صدف بانه. بسیار خوب. فلان خیامی صف که صدف باید بره مرحله نهایی. یا صدف ببانه یا رفی یا یازنه جانت. خب امیدوار هستم کسی که امشب استعدادش داره لایق است بره به مرحله بعدی.
پلوشا جان، از کی بپرسم؟ فعلا هم زمام امور به دست خودت است و روند برنامه قسمی است که باید از 6 اشتراک کننده یک اشتراک کننده بره به مرحله بعدی و شما هم خفه نباشین که شما را انتخاب میکنه. پلوشا جان شما را زیاد دوست داره، اما روند برنامه همین قسم است. از کی بپرسم پلوشا جان؟ از تبسم جان. تبسم جان، سوال را برات میخوانم، متوجه باش. نکاح چند رکن دارد؟ یک، دو رکن. آفرین، کف بزنین به افتخار تبسم. و رکنهای شما میفهمی که چی است؟ جواب چی است؟ صدف جان یک ذره بلندتر ببین. ایجاب و قبول. آفرین، کف بزنین به افتخار تبسم. تبسم جان، فعلا زمام امور به دست خودت است. قبل از اینکه برامو بگوی از کی بپرسیم، اگر کدام شعر داشته باشی؟ نه، خیر شعر ندار. از کی بپرسم؟ از خودش، از پلوشا جان. آه خب، قصد خودم میگیری میگه. پلوشا جان، از خودت میپرسم، چشمه های آب گرم که دلالت بر موجودیت آتش فشان میکند در کدام ولایت کشور ما واقع است؟ بدخشان. یک، دو، سه، حساب کنین، چار. و پنج. بدخشان. متاسفانه پلوشا جان که اولین چرا خودت سرخ میشه و دنگ یاد کم در ولایت مزار شریف یا بلخ. کف بزنین به افتخار تبسم جان. تبسم جان، فعلا هم زمام امور به دست خودت هست. و از کی بپرسم؟ از سعیده. از سعیده جان. سعیده جان، بله. اگر ما از خودت بخوایم که یک شیر بر ما بگویی، میخوانی؟ نمیفهم مگر، میخوانی؟ چرا؟ اگر یاد داشته باشی بر ما بگویی بسیار خوب میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. مادر ای غمخور و غمپای تنم، آنکه با مهرت اما آغوش است منم. خوش بگفتا پیغمبر نیکو، سرش زیر پای مادران باشد بهشت. کف بزنین به افتخار سعیده جان. سعیده جان، قبل از اینکه من از خودت سوال را بپرسم، اگر خودت به کمره ما بگویی که وقفه داریم. یک وقفه کوتاه داریم، زود برمیگردیم. تشویق کنین سعیده را. تبسم 80 امتیاز، 3 چراغ سبز، پلوشه 70 امتیاز، 2 چراغ سبز، رفیع الله 70 امتیاز، 3 چراغ سبز، بصیره 50 امتیاز، 1 چراغ سبز، سعیده 50 امتیاز، 1 چراغ سبز، صدف 60 امتیاز، 2 چراغ سبز. خوش برگشتین بیننده های عزیز و ادامه برنامه از کی بپرسم و کسانی که تازه با ما پیوستن، خوش آمدین به ادامه برنامه از کی بپرسم. امیدوار هستم که برنامه را تا پایان بیننده باشین و ببینیم که امشب کدام یکی از اشتراک کنندگان ما میتونن به مرحله نهایی بره و برنده 15000 افغانی از برنامه ما باشن. و قرار است که سوال را من از سعیده جان بپرسم. مترادف کلمه لقب چیست؟ یا هم معنایش؟ یک، دو، سه، تقلید، چار. لقب به چی معناست؟ و پنج. متاسفانه که خودت در دقایق آخر جواب دادی که تایمت پوره بود و خودت متاسفانه سعیده جان از برنامه حذف شدی با گرفتن این چراغ سرخ. کف بزنین به افتخار تبسم. همین کف زدن هایتون خواهد قلب انرژی باشه. یک کف بزنیم خوب محکم. آفرین، بسیار خوب. اما تا آخر برنامه دیگه پر انرژی باشین، درست کف بزنین و فعلا تبسم باید برام بگویی که از کی بپرسم. از بصیره. از بصیره. قبل از اینکه من سوال را از بصیره جان بپرسم، سوالی را که من از خودت پرسیدم، مترادف کلمه لقب، اسم، تخلص، عنوان، صفت است. و خودت دقایق آخر جواب دادی، تایمت پوره شده بود. و سعیده جان، خودت اولین اشتراک کننده هستی که حذف شدی از برنامه. اگر کدام پیام داشته باشی؟ خب، پیام من بر جوانانی است که درس بخوانن تا آینده کشور درست از اوناست، تا آینده کشور ما روشن باشه. شکر. سعیده جان، فعلا خودت مکتب نمیری؟ نه خیر، نه. و از امارات اسلامی هم خواهش میکنم که در مکتبا رو برای متعلمین باز کنم.
بسیار خوب، تشویق کنین سعیده جان را. بسیره جان، تبسم جان گفتن که باید از خودت بپرسم. بسیره جان آماده است یک سوال را ازت بپرسم؟ بی بی عایشه دختر کدام خلیفه اسلام بود؟ ابوبکر صدیق. کف بزنین به افتخار بسیره جان. بسیره جان جواب خودت درست است و خودت 10 امتیاز به دست آوردی و فعلا زمام امور به دست خودت است. کی را دوست داری از تیم مقابل حذف شود؟ پلوشا جانم میخوایم از تیم مقابل حذف شود. حتی یک پلوشا گفتی؟ بسیار قهار هستی سر پلوشا، چرا مرا دوست نداری؟ نه ده خوشم دیگه گفت نی سر که از دلش دوست داشتنم به زور نمیشه. آفرین. یکی باید یکی را دوست داشته باشه. خود دیگه خودت دوست داری پلوشا جان؟ ده کسی که مرا دوست نداشته باشه معلوم دور که دوستش ندارم. پلوشا جان خودت چی گفتنی داری برای پلوشا؟ برای البته برای بسیره. من خب برای شیگه پر نزده بودم که ست تو رو دوست ندارم. دوست دارم اگر به اندازه صدف نی. خب راست میگه و گفتم که هرکی جایگاه خود دارم. من تو رو دوست دارم به اندازه تبسم نی. پلوشا خودت چی میخوایی برای بسیره بگویی؟ هیچی. و گفته های آخرت برای پلوشا چیز؟ هیچ دیگه موفق باشه چی بگویم براش؟ خب پلوشا جان قرار است که سوال را از خودت برسم و خودت باید دقت بیشتر داشته باشی. سوال را برات میخوانم. بعد از وفات ولید بن عبدالملک حکومت اموی ها چند سال دیگر دوام کرد؟ 1 2 3 4 و 5. متاسفانه که دومین چراغ خودت سرخ میشه و 10 امتیازت کم. جواب درست شما 36 سال دوام کرد. تشویق کنین بسیره جان را. بسیره جان آفرین، خودت یک چراغ سبز داری. اگر دقت داشته باشی میتونی با یک چراغ سبز تمام اشتراک کننده ها را حذف کنی و فعلا زمام امور به دست خودت است. از کی بپرسم؟ از تبسم جان. از تبسم، چرا پلوشا را انتخاب نکردی؟ خب او باز دیگه بار. تبسم جان خودت ماشاءالله 3 چراغ سبز داریم و اگر سوال ما را جواب درست بدی هر 3 سبز میمانم و اگر جواب ندی یک چراغت سرخ میشه. کی گپ خودت را میفهمی؟ اما بازم برات گفتم ربا به چی معنی است؟ 1 2 3 لطفا نقل نتین رفی جان. 4 و 5 نقل رسید رفی جان. چرا نقل دادین؟ رفی جان به دلیل از اینکه خودت نقل دادی سود گفتی. اولین چرا خودت ما سرخ میکنیم؟ نقل نکنین از ما را بکنین خیر است. نه چرا این نقل داد؟ باید از خودش از سرخ بسازیم ما. نه خیر نی. خب اگر همکارای ما میگه که میگه تبسم که میگه از مرا سرخ بسازیم باید دو چراغش سرخ بسازیم. خیر است. اینقدر دوست داری یازنیتا؟ آره درست است. از رفی جان سرخ بساز، از سبز بسازین، از تبسم جان دو چراغش سرخ بسازین. صحیح شد؟ بله ها. رفی جان خود گفتایی نداری؟ نه خیلی. بار آخرت باشه رفی جان که نقل میتی چراغای تبسم جان را هم سبز بسازین. به دلیل از اینکه نقل بود ما سوال تبدیل میکنیم. درست است؟ کوشش کنین نقل نتین. تبسم جان پرچم کشور مالزیا از کدام رنگ ها تشکیل شده است؟ 1 2 3 4 سرخ و سفید سیز. پلوشا نقل نتین لطفا. 4 آبی و 5. خودت 3 رنگش درست گفتی. یک رنگ دیگر بر ما بگو. زرد. بله؟ زرد. زرد و چی فکر میکنی جوابت درست است؟ هرچی که خواست علا باشه. بسیار خوب جوابت درست است تبسم جان. کف بذاریم به افتخار تبسم. تبسم خودت 10 امتیاز به دست آوردی و زمام امور به دست خودت است. لطفا نقل نتین. این تیم بسیار نقال بوده نسبت به این تیم. نقل نتین دیگه.
تا بسیم جان از کی بپرسم؟ از بصیره. از بصیره. بصیره خودت یک چراغ سبز داری، پس دقت بیشتر داشته باش که حظ نشی از برنامه. وسیله ای که برای افهام و تفهیم به کار می رود به چی نام یاد می شود؟ یک، دو، سه، چهار و پنج. بصیره جان متاسفانه که چراغ سوم خودت هم سرخ میشه و ده امتیازت کم و خودت البته امتیازت کم نمیشه، کلا از برنامه حذف میشی. خودت دومین کسی هستی که از برنامه حذف شدی. اگر کدام پیام داشته باشیم؟ خب تشکر از برنامه زیبا شما، از شما، از همکارای پشت صحنه که بسیار زیاد زحمت میکشن. تشکر. با من واقعیت بسیار خوشحال شدم که آمدم شما را از نزدیک دیدم. سلامت باشین. همچنان من همچنان خوشحال شدم که شما را از نزدیک دیدم. خب جواب درست شما زبان است. و تبسم جان خودت بصیره جان را حذف کردی و فعلا هم زمام امور به دست خودت است و شما تیم دوست دارین که صدف جان بره به مرحله بعدی. پس فعلا باید بر ما بگویی که از کی بپرسم. حتما از تیم خود انتخاب میکنیم. از پلوشه. از پلوشه جان. پلوشه. پلوشه سوال آنقدر آسان است که از یک طفلان بپرسی جواب درستش بر ما میده. و خودت خوب تالهی داری که سوالات، البته این سوال آسان است. آماده استی ازت بپرسم؟ بله. متضاد یا ضد؟ متضاد واژه پولدار چیست؟ بی پولی. آفرین، بی پول یا غریب. کف بزنین به افتخار پلوشه. پلوشه جان جواب خودت درست است و ده امتیاز به دست آوردی. از کی بپرسم؟ از کی بپرسم؟ از رفی جان. از رفی جان. او اول یک کف بزنین به افتخار پلوشه که صد دل یک دل کردی و گفتی که از زیاد جانت بپرسیم. رفی اولا آماده است که سوال ازت بپرسم؟ انشاءالله آماده است. کدام شاعر به ذوالسانین معروف است؟ یک، فردوسی. دو، سه، سعدی شیرازی. چهار و پنج. متاسفانه اولین چرا خودت سرخ میشه و ده امتیاز کم. جواب درستشام امیر علی شیرنوایی بود. کف بزنین به افتخار پلوشه. پلوشه جان از کی بپرسم؟ تبسم جان. اشخاصی که مرض کوری رنگ دارن کدام رنگ ها را تشخیص داده نمیتوانند؟ یک، سرخ. دو، سیاه. سه، سفید. چهار و پنج. تبسم جان خودت فقط یک رنگ را برای ما گفتی که سرخ درست است و دیگر رنگ ها را که گفتی اشتباه بود. سرخ، سبز و آبی است. به دلیل ازی که خودت یک رنگ را گفتی اولین چراغ خودت سرخ میشه و در امتیازت کم. کف بزنیم به افتخار پلوشه. پلوشه جان از کی بپرسم؟ از رفی الله. از رفی الله. رفی الله قاره آمریکا در کدام سال میلادی کشف شد؟ یک، دو، سه، چهار، یازده سال و پنج. متاسفانه که چراغ دوم خودت هم سرخ میشه و در امتیازت کم. در سال 1492 میلادی کشف شد. کف بزنین به افتخار پلوشه. پلوشه از کی بپرسم؟ از رفی جان. تو چی کاره که ماست تو بپرسیم؟ باید پلوشه انتخاب کنه. نکنه دیگه، نانم دو چراغ سرخ شد. خب کمی زودتر نام خدا هر دو خیاشنایت زیاد دوست دارن، بخصوص تبسم جان. برو دیگه می طرفدارش. از طرفدارش میپرسیم. از تبسم جان مندلیف دیمیتری ایوانوویچ دانشمند روسی در کدام شهر روسیه دیده به جهان گشود؟ یک، فرانسه. دو، کدام شهر روسیه بود؟ سه، چهار و پنج. متاسفانه که دومین چراغ خودت هم سرخ میشه و ده امتیازت کم. در شهر توپولسک روسیه.
کف بزنین به افتخار پلوشه. پلوشه از کی پرسم؟ از رفیع جان. از رفیع جان. رفیع جان خودت یک چراغ سبز داری و دو چراغ سرخ، پس دقت بیشتر داشته باش. رفیع جان آماده استی که سوال ازت بپرسم؟ ذخایر معدن گاز جرقدوق در کدام ولایت افغانستان می باشد؟ یک، دو، سه، چهار، بدخشان و پنج. خودت بدخشان را انتخاب کردی که متاسفانه جوابت اشتباه است و با گرفتن این چراغ سرخ از برنامه حذف هستی. جواب درستش هم ولایت جوزجان است. و کف بزنین به افتخار پلوشه. پلوشه جان خودت یازنیت را حذف کردی از برنامه. خیر از کدام گفت نیست. معلوم میشه که خودت نسبت به تبسم دوستش نداری. تبسم جان زیاد دوستش داره. وقتی چند بار گفت که نه از ما بپرس از رفیع نیست. از کی بپرسم؟ از تبسم. دوتر. از کی؟ تبسم. از تبسم. تبسم جان، دستگاه برق حرارتی مزار شریف توسط کدام اداره احداث شد؟ یک، دو، سه، چهار و پنج. متاسفانه که چراغ سوم خودت هم سرخ میشه و با گرفتن این چراغ سرخ از برنامه حذف شدی. تبسم جان اگر کدام پیام داشته باشی؟ پیام خاصی ندارم. خب بسیار خوب. پلوشه جان از کی بپرسم؟ و جواب درستشم انستیتوت روسی بود. پلوشه جان از کی بپرسم؟ از صدف جان. از صدف جان. آخر از صدف بپرسیم. چرا از خود نگفتیم؟ خیر از صدف. سوال سخت است. محمد علی جناح صدر اعظم کدام کشور بود؟ عربستان. یکی از همسایه افغانستان است. دو. ازبکستان. سه. ایران. چهار. پاکستان. و پنج. امی کشورهایی را که نام گرفتی یکیش درست است. کدام کشور؟ ایران. خودت ایران را انتخاب کردی و متاسفانه که جوابت اشتباه است. چراغ دومت هم سرخ میشه و ده امتیازت کم. جواب درست کشور پاکستان بود. تشکر از پلوشه جان. صدف جان خودت چهار کشور را نام گرفتی. خدا آخر گفته بودم پاکستان هم که میگفتیم. ولی آفرین درسته. برات خیلی قصه میگم. متاسفانه که جوابت اشتباه است. خوب دیگه حالا. خب پلوشه جان از کی بپرسم؟ از خودم بپرسیم. از خودت بپرسیم. خب حذف میشی باز پلوشه جان. خیر سیام گل ریست رفت. درست. آماده استی که سوال ازت بپرسم؟ بله. ملا فیض محمد کاتب هزاره در کدام سال هجری شمسی وفات کرد؟ یک، دو. امین رو خدا قلم رو حساب کنیم. سه، چهار و پنج. یازنید تو حساب داشت زود که باش حذف شوی از برنامه. پلوشه جان جوابت اشتباه در سال 1309 هجری شمسی بود و خودت هم برنامه حذف شدی. اگر کدام پیام داشته باشیم؟ پیام خاص ندارم. بسیار خوب. تشکر از اینکه به برنامه آمدین. واقعا خوش شدم از دیدن تک تک شما عزیزان. و صدف جان خودت با یک چراغ سبز و 5000 افغانی رفتی به مرحله بعدی. دوستان عزیز ما هم میریم سراغ یک میان برنامه کوتاه. زود برمیگردیم. تبسم، حذف، پلوشه، حذف، رفیع الله، حذف، بصیره، حذف، سعیده، حذف، صدف، 50 امتیاز، یک چراغ سبز. بله دوستای عزیز، قسمی که شما هم بینین دستین در بخش پایان برنامه هستیم و از 6 اشتراک کننده یک اشتراک کننده ما صدف جان توانست که به مرحله بعدی بیایه با یک چراغ سبز و 5000 افغانی. صدف جان 5000 افغانی مبارکت باشه. زنده باشین. واقعا پلوشه خیلی دوست داشت. بله. از خودگذاری کرد و گفت از خودم بپرس تا خودت به مرحله بعدی بیایی. بله، ها دیگه دوست. خودت چقدر دوست داری پلوشه را؟ بسیار زیاد. برش یک جمله کوتاه اگر بگویی. دوست دارم. بسیار خوب. خیلی کوتاه و پرمعنا، ولی یک کف بزنین به افتخار مرسل که صدف جان. بله. در این بخش برنامه ما از خودت 7 سوال میپرسیم. درسته. دو سوالش 4 جواب داره، دو سوالش 2 جواب داره. درسته. و 3 سوالش باید خودت بر ما جواب بدی و هر سوال ما
قیمت های مختلف داره. اگر خود سوال اول را جواب بدی ارزش 1000 افغانی است، با سوال دوم ارزش 1500 افغانی ازت میپرسم. اما تا 5500 افغانی بلندتر میشه، درست؟ درست است. و خودت 5 ثانیه وقت داری هر سوالی که ازت میپرسم. در این 5 ثانیه خودت میتونی که یک دفعه بردی چیخ زدی. خب صحیح. و صدف جان خودت 5 ثانیه وقت داری، در این 5 ثانیه میتونی که جواب درست را انتخاب بکنی. درست؟ درست است. آماده است که ازت سوال بپرسم؟ سوالی که ازت میپرسم 4 جواب داره به ارزش 1000 افغانی. پاولف ایوان پتروویچ روانشناس روسی در کدام سال میلادی چشم به جهان گشود؟ الف در سال 1945 میلادی، ب در سال 1952 میلادی، جیم در سال 1849 میلادی، دال در سال 1833 میلادی. یک به نظر من گونه گزینه الف درست است. دو سه بله، چهار و پنج. خودت گزینه الف را انتخاب کردی، 1945 میلادی. بله. معلومات داشتی در این باره؟ نه خیر، تا بالا این سوال از جای نشونده بود. درست. چند فیصد مطمئن استی صدف جان؟ 100%. 100% که غلط است یا درست؟ درست. درست. بسیار خوب. پس کف بزنین. خب صدف جان برات خواه کف زدن. خب اما که جوابت اشتباه است و خواهد از برنامه حذف شدی. جواب درستش گزینه جیم در سال 1849 میلادی بود. صدف جان اگر ما برای خودت پیشنهاد داشته باشم خبول میتونی؟ شما پیشنهاد نداشته باشین، ما پیشنهاد میداشته باشم. چرا جنگ داری صدف جان؟ صدف جان برزش 1000 افغانی از ما چراغ بگی؟ ما برزش 2000 افغانی از خودت سوال میپرسیم. نه من از شما برزش 2 افغانی چراغ میخرم، شما برزش 2000 از من جواب شده. بسیار خوب. متاسفانه که تمیم جان در برنامه نیست. یاد تمیم جان بخیر که در برنامه شام یک هستن. امیدوار هستم که در تمام عرصه‌های زندگی خود موفق باشن. واقعا یک شخص با استعداد، بخصوص در برنامه است که پرسم که فوق العاده بودن دیگه، خود بیننده ها میفهمن. اما فعلا تمیم جان نیستن. او رقم پیشنهادات اگر پیشنهادهای خاص است که تمیم جان خودشان میگفتن. 1000 از ما چراغ بگی، 2000 سوال میپرسیم. یک افغانی از ما چراغ میخرم، یک هزار افغانی از ما جواب. خیلی قسم میکنیم، ما برد یک چراغ مفت میدیم. سوال هم نمیپرسیم، چراغ بگی برو خانه. پیسای دست ما باشن. 15000 رو بدیم میرم خانه، چیه یه سوال بود؟ باز 15000 اگر میگی که نصف کنیم. صحیح؟ 7500ش بر خودت، 7500ش بر من. 500ش از تو بگی شد. 500ش از من، باقیش از خودت. آها. خب بسیار توقعاتت بالا از گفته تمیم جان. خب پیشنهاد ما را قبول نکردی خودت صدف جان و وقت ما پور است. خب درست فعلا خودت 5000 افغانی داری و 5000 افغانی مبارکت باشه. اگر کدام پیام داشته باشی کمرای ما در خدمتت. خب پیام ما به امارت اسلامی امی است که مکاتب دخترانه را باز کند، چون خودم متعلم هستم، میخوایم که دوباره به مکتب بریم و درس بخونیم. بسیار خب. برای کسایی که همسن خودت هستن و فعلا مکتب نمیرن چی گفتنی دارین؟ اونا هم زیاد دوست دارن که برن مکتب دوباره درسای خود را شروع کنن که متاسفانه نیست، فعلا مکتباش باز نیستن. چی پیام داری برو ایده دخترها؟ بر از اونا گفتنی من همی است که روحی خود از دست ندین. انشاءالله یک روز نه یک روز مکاتب دوباره باز میشه و همه تان میتونین دوباره به درس تحصیل خود ادامه بدین. سلامت باشی صدف جان، خوش شدم از دیدنت. موفق باشی شما. بینندگان عزیز، این بود برنامه امشب ما که تقدیم شما شد. اگر دوست دارین که به برنامه از کی بپرسم اشتراک کنین، با شماره واتساپ برنامه ما که روی پرده های تلویزیونتون هست پیام بگذارین، همکارای ما با شما تماس میگیرن. بیاین و برنده 15000 افغانی از برنامه ما باشین. این بود برنامه امشب. دو برنامه بعد خداوند یار و مددگار همه شما عزیزان.